به ادامه درس های قبلی خود در اوتلوک امروز بخیر شروع میکنیم از بخش نیو ایمیل، از بخش انکلود، از گروپ انکلود. در گروپ انکلود ما چه کارهایی را انجام داده میتونستیم؟ خب در قسمت اول یک ایمیل را نشته میکنیم که گفته بودیم باید به او ارسال شود. سبجکت ایمیل ما میگم انفو انفارمیشن است و بعد از دیر this the information you requested و بالاخره خب حالا اگر ما خواسته باشیم که در فایل در ایمیل خود بعضی فایل ها را ضم کنیم، ما در درس‌های گذشته وقتی که ما معرفی میکردیم ایمیل را گفتیم که یکی از خوبی های الکترونیک میل ای است که میتونه فایل ها را هم در خود ضمیمه کنه یا ذخیره کنه. فرض مثال ما میخواهیم در این فایل خود یک پیکچر یا یک تصویر هم ضمیمه کنم، میرم از بخش انکلود، از بخش اتچ فایلز. اینجا قسمت در قسمتی که ما میبینیم فایل هایی است که به صورت ریسنت یعنی قبلا باز شده در زمان بسیار محدود یا کم. ما اگه خواسته باشم که یک فایل جداگانه از یک جای کامپیوتر بخوایم اپلود کنم، میرم از این قسمت براوز دس پی سی و بعد از او همون جایی که فایل ما در او قسمت موقعیت داره دریافت میکنم و بعد از او یک تصویر را خواسته بودم انزرت میکنم. تصویر ما وقتی که اینجا آمد اتچ شد و این مانا که تصویر در این فایل یا در این ایمیل آدرس ضمیمه شد. آل وقتی که تصویر ضمیمه شد میتونم بالای دکمه سنت کلک کنم و همین مسیج ما ارسال شود و یا میتونم یک فایل دیگه مثلا میخوایم که یک ورد دکومنت هم در این قسمت اتچ کنم و از انزرت کردن آپ فایل دومیمه که از ورد دکومنت هست دوباره اینجا اتچ شد میتونم که اضافه کنم و یا هم مثلا ما میخوایم که یک سی وی خود و یا یک فایل پی دی اف هم اتچ کنم. میتونم هر مقدار دیتایی که خواسته باشم یعنی فایلایی که داشته باشم بخوایم اتچ شو و ارسال شو در ایمیل، میتونم از بخش اتچ فایل فایل ها رو یک به یک یا به صورت یک جای انتخاب کنم و اتچ کنم. خب وقتی که فایل ها اتچ شد ما میتونیم که دوباره پس از این قسمت فایل اوپن کنیم، باز کنیم، ببینیم که این فایل همون فایلی است که من میخواستم و یا نیست، یا میتونیم چی کنیم یک پرنت بگیریمش یا ریموف یا سیو اس یا میتونیم فایل خود کافی بگیریم، کافی بگیریم ریموف اتچمنت، اتچمنت ما رو دوباره پس یا امی فایل ضمیمه شده ما رو دوباره پس حذف میکنه یا پاک میکنه. خب اضافه میکنیم به این شکل ما میتونیم که یک فایل ضمیمه کنیم و یا اتچ کنیم. خب حالا وقتی که خواسته باشیم یک آیتم اتچ کنیم باز به چه شکل میگیم یک بخش از اوتلوک اتچ کنیم، میریم در قسمت بزنس کارت. بزنس کارت وظیفه‌اش چی است؟ وقتی که ما کانتکت ایجاد کردیم از قسمت نیو آیتمز از بخش کانتکت ها یک کانتکت ایجاد کردیم در این قسمت بزنس کارتش هم به ما نمایش داده میشه. فول نیم، ایمیل، بازی را با جزئیات خواهد خواندیم، موارد دیگه که راجع به نام است تمامش هر کدام خواسته باشیم. بعد از او کمپانی این کمپانی باید باشه کمپانی مایکرو، بعد از او جاب تایتل انجیار. در این قسمت ذخیره میشه یک بزنس کارت هم برازی اضافه میشه، این رو سیو میکنم و کلوز. در قسمت ایمیل خود پس دوباره میایم اتچ بزنس کارت، از این قسمت انتخاب میکنم و بزنس کارتی که من اضافه کرده بودم در هر قسمتی که خواسته باشم اضافه میشه یا اتچ میشه. حالا بزنس کارتی که من ایجاد کردم در این قسمت اضافه میشه، یعنی بزنس کارت ما و شما امروش بلدیت داریم اون کارت های کوچکی که معلومات راجع به افراد در ذخیره میشه، مثلا شماره تماسش میباشه، ایمیل آدرسش میباشه، ای که نامش میباشه و ای که در کجا کار میکنه، من حیث چی کار میکنه، یعنی یک معرفی مختصر یک شخص در یک بزنس کارت ذخیره شده میباشه. به این شکل ما میتونیم یک بزنس کارت هم به ایمیل خود اتچ کنیم یا اضافه کنیم. هم در این قسمت یک دونه اتچ شده، هم با
پاکش میکنم، پاک میکنم. میتونم که اتچ بزنس کارت، بزنس کارت این قسمت اضافه شد و در اینجا هم نمایش داده میشه. این بود که چه قسم ما میتونیم یک بزنس کارت اتچ کنیم. آپشن دیگه که در قسمت اتچ داریم کلندر است. کلندر وظیفه‌ای است که اگر ما خواسته باشیم، یعنی تسک ها و کارهایی را که ما در یک روز در یک روز کاری خود ما در انجام میدیم در اوتلوک یا برنامه‌ای که امروز داریم یا هر روز دیگه را خواسته باشیم، میتونیم اتچ کنیم زمینه ایمیل بسازیم. فرضاً از بخش کلندر بعد از او توده کدام روز میخواهیم که کلندرش در اینجا اتچ شود. امروز، فردا، 7 روز آینده، 30 روز آینده یا مکمل کلندر مکمل جنتری کارهایی که من میکنم. و بعد از او اسپیسیفای دیت انتخاب میکنم، خودش که خودم انتخاب میکنم که کدام تاریخ باید در ایمیل، از کدام تاریخ تا به کدام تاریخ باید در ایمیل ذخیره شود یا اتچ شود. فعلا من میگم توده و بعد از او اوکی. کدام کار ما تاسک ایجاد نکردیم که از او خاطر یک مسیج داد. خب حالا کلندر در این قسمت نمایش داده میشه تمام کارهای ما که باید انجام داده باشیم یا تاسک هایی که موجود بوده باشه. فعلا ما کدام تاسک ایجاد نکردیم، چیز در این کلندر نمایش داده نمیشه و همچنان در این قسمت خودم این کلندر اتچ شده یا اضافه شده. ما میتونم ریموف کنم و یا هم و از این قسمت هم میتونم انتخاب کنم سلکت و ریموف. اگه خواسته باشیم دوباره اتش کنیم از بخش 68 آیتم کلندر و انتخاب تاریخ میگم فردا را نکومنت ندارم کانتینیو. کلندر یعنی تاریخ فردا را با جزئیاتش با تسک هایی که ما ایجاد کردیم یا دارم اضافه میکنه در ای ایمیل ما یا اتچ میسازش. خب بعد از او آپشن دیگه که در این قسمت داریم Outlook آیتم است. Attach file Outlook آیتم. در Outlook آیتم چی کارا کرده میتونیم؟ ما میتونیم که از وقتی که باز میکنیم از قسمت های بخش های خود Outlook یک بخش به فایل خود attach کنیم. ببینیم میتونیم که از inbox اگه کدار ایمیل دیگه داشته باشیم، یعنی کدام ایمیل رو بخواییم زمین مکنیم، میتونیم درفت ایمیل هایی که ما باز کردیم و نیمه یعنی تغییرات درش تغییرات آوردیم لیکن بدون سند کردن او را ذخیره کردیم. سند آیتم موارده که ما قبلا ایمیل هایی که ما قبلا سند کردیم، دلیتد آیتمز فایل هایی که ما دلیت کردیم، کلندر کمیالا ما اضافه کردیم، کانتکت میتونم من یک کانتکت اضافه کنم. این قسمت میگم این کانتکت باید با ما اضافه شد و میشکل جورنال، نوت، اوتبوکس یا هر تذکر بخش را خواسته باشم میتونم اضافه کنم. من فعلا میگم با ما یک کانتکت اضافه کنم. معلومات که راجع به یک کانتکت گرفته بودم در این قسمت ذخیره شد، یعنی یک کانتکت ما ذخیره شد در من حیث یک اوتلوک آیتم. دبل کلیک میکنم نمایش میده که در این کانتکت معلومات که در این کانتکت ذخیره شده بود کدام معلومات است. خب بعد از او بخش اتچ آیتم میتونم اوتلوک آیتم میتونم یک ایمیل که قبلا مثلا نوشته کردیم و ارسال نکردیم بدون سند کردن و ذخیره کردیم میتونم در این فایل ها اتچ کنم یا ایمیل از که شخص دیگر از این بوکس سند آیتم و اینا اتچ کنم. خب من میرم درفت باز میکنم یک ایمیل در این قسمت داریم انتخابش میکنم و اوکی. حالا امی ایمیل ما من حیث یک اتچمنت در این فایل ذخیره شد. دبل کلیک میکنم بازش میکنم. مواردی که در ایمیل ذکر شده بود ذخیره شده بود در داخل Untitled Outlook Item موجود است. خب بعد از او آپشن دیگه که داریم ما سیگنیچر است. از بخش سیگنیچر ما میتونیم که یک امضای الکترونیکی اضافه کنیم به Outlook خود. ببینید ما میتونم یک نیو بگم، نامش همه ایمان میگم ایمال نامش باشه اوکی. خب آل اضافه شد. میتونم که در این قسمت یک امضای الکترونیکی دیزاین کنم. فرضاً من میگم امضای الکترونیکی من باید شکل باشه، باید شکل باشه، نام باشه، بعد از نام فونتش انتخاب میکنم، فونتش میگم به شکل به این قسم باشه یا یکی از فونت ها رو انتخاب میکنم، یک فونت که اینه به این شکل میگم باشه، سایزش باشه 18 یا بالاتر 22 بولد باشه، ایتالیک نباشه، اندرلاین باشه و رنگ برش انتخاب میکنم. این رنگش یک رنگه که
به این شکل باشه، در کدام قسمت باشه، از طرف راست به چپ یا چپ برات، اگر کدام بزنس کارت از قبل ساخته باشم از اوجا خواسته باشم امضا را اضافه کنم. تصویر میتونم یک تصویر اضافه کنم به امضا خود در این قسمت دسکتاپ و افغانستان این تصویر. اوکی، میتونم یک تصویر هم در امضای خود اضافه کنم یا پس دوباره تصویر میگم باید نباشم، تصویر باید نباشم، به می شکل باشم. انتخاب تکس، تکسش پیشتر که انتخاب کنم رو انتخاب میکنم و اندازهش 20 بولد، یک رنگم برش انتخاب میکنم، میگم اینه به این شکل باشه رنگش و اندرلاین هم شده باشه. خب یک امضا ایجاد کردم به نام ایمل. اوکی، حالا ما میخواییم امو امضایی را که ایجاد کردیم هم در ایمل خود یا در ایمل در ای قسمت اضافه کنم یا در ایمل ضمیمه کنم. پایینتر از این اینجا از بخش سیگنیچر امضای ایمل که کلک میکنم، امو امضایی که ما طراحی کرده بودم در این قسمت اضافه میشه بر ما. و یا هم به این شکل ما میتونیم که یک امضا را هم اتچ بسازیم. بعد از او آپشن دیگه که در بخش تکس داریم فالو اپ، از طریق مثلا اگر ایمیل ما یک تکس باشه، یک تسک باشه، یعنی یک وظیفه باشه به کسی که ما میخوایم ارسال کنیم و این تسک باید انجام بده، ما میتونیم از این قسمت انتخاب کنیم که تا چی وقت باید این کار انجام شود. این تسک به امروز باشه، فردا باشه، به این ویک باشه، به این هفته باشه، یا به صورت کستوم هر وقتی که خود ما خواسته باشیم استارت دیت دیو دیت مشخص نکنیمش. و بعد از او یا خواسته باشیم فرزن که هیچ دیت نداشته باشه، میتونیم بعد همین ایمیل خود یک ریمایندر هم از قسمت اضافه کنیم که یک یادآوری کنه بر ما. و بعد از او آپشن دیگه که در این قسمت داریم در قسمت ایمیل ما، در قسمت تگز ما باید مشخص کنیم که همین اهمیت یعنی مهم بودن همین ایمیل ما به چقدر اندازه است. بسیار زیاد مهم است، های امپورتنس، بسیار زیاد مهم است، یا اقضیات مهم نیست، فقط یعنی مثلا در حد یک درخواست است، و یا هم های امپورتنس یعنی جبری است که باید امی کار طرف مقابل انجام بده. و همچنان میتونیم این قسمت اتچمنت های ما را دوباره یک کپی بگیریم، سیف کنیم، سیف است، و یا هم ریموف کنیم. بیشکم بزنس کارت هر بخش را که خواسته باشیم میتونیم که ریموف کنیم یا از بین ببریم. خب ای بود درس امروزی ما در بخش گروپ های اینکلود و تکس که ما چه کارهایی را در از این قسمت میتونستیم انجام بدیم در یک ایمیل جدید. تا روز بعدی یا درس بعدی وقتتان خوش، خدا نگهدار.